فرزندتون علی اکبر آقا بچه چندومتونن؟ بچه هفتمه نمیدونم هشتمه. جز بچه آخر بودن؟ بله. بچه آخر بودن؟ نه، بعد از یه سه تا دیگه آوردن. بله. از دوران بارداری آقا علی اکبر، از دوران تولدش خاطره ای دارین مادر؟ دیگه خاطره همین یک ما مثلا تو خانه خدا میدادیم، مثلا چیز نبود، قابله بود، مثلا اون دوستان هم قابله بود میوردن. خب وقتی فارغ میشدیم دیگه مثلا بله. خاطری داریم از دوران مثلا تولد آقا علی اکبر؟ یا خاطره همین یک خاطره که بگیم چی بگیم مثلا کجا رفتیم چی کار بودیم نه نه دیگه همه خدا زده همونجا بیرون همون دوستا دیگه هست همون می بوده همه چی بوده بری قص بری نماز بری چی از نظر شباهت اخلاقی و چهره مثلا به شما بیشتر شبیه بود؟ به کی تو خانواده شبیه بود؟ خب الان نقشش میبینید شبیه مایه؟ شبیه شما؟ حالا من پیر رفتم دیگه. پس شبیه شما بودن مادر؟ بله. از نظر اخلاقی چطور؟ اخلاقش خوب بود. مثلا این بچه هم اخلاقات بهتر بود. بچه هم گیرم بود. خیلی بچه با اخلاق بود. تو دوران بچگی آقا علی اکبر مثلا خاطره ای یادتون هست؟ دیگه خاطره والا ما که می بچه ها تفلکان اینا دیگه مرفتن مدرسه میمدن اینا من تنبیه کرده باشینش تشویقی مثلا از شیطنت ها خرابکاری های بچه ها بچگی چیزی داشت؟ نه بچه های ما قضیت نمیکن آقا علی اکبر رو میگن همش هم خوب بودن با هم بازی میکردن تو حیات بله مدرسه هم رفت؟ بله بله یه هم درس طلبیگی مخون هم درس مدرسه یعنی حوزه هم میرفت؟ ماشالله های زرنگ بود خیلی چه جاله پس حوزه هم میرفتن؟ بله بله مدرسه رفت؟ چرا مدرسه رفت؟ بله از دوران مدرسه چی خاطری دارین؟ درسش چطور بود؟ درسش ایش وقت تو خانه و همون درسی بود که معلمش بهش درس میداد مخون میمد خانه اینا کتاباش میداشت و میرفت در مغازه داداشش ساعت سازی درسش خوب بود؟ درسش خوب بود دیگه و همش نمره هاش 20 بود بله مادر حالا بزرگتر که شد مثلا مثل نوجوانی 13-14 سالگی که رسید یادتون هستی مثلا تو مراسم های مذهبی شرکت کنه چقدر مسجد میرفت مکان های مذهبی چقدر رفت و آمد میکرد آقا علی اکبر همش تو مسجد میرفت تو راهپیمایی ها نه تو راهپیمایی ها نرفتن دیگه الان حسین من و علی اکبر موقع راهپیمایی ها دیگه یه آخر را بودن کمی چیز بود چپن درست کرده بودن یکی پارچه مچه داخته بودن گردن شما رفتن راهپیمایی بله